بینندگان عزیز، در برنامه قبل ما راجع به ضایعاتی صحبت کردیم که حمایت بیش از حد والدین ممکنه اینها رو به پدید بیاره و اینا 8 گونه بود که در برنامه قبل اونها رو برشمردیم و اما در همین برنامه باز میخواییم دنبال اونو ادامه بدیم با این عنوان که چرا بزرگسالان، اشخاص بالغ، کنترل کننده و حمایتگر میشن، یعنی بیش از حد حمایت میکنن خانواده رو، شوهر باشه، همسرش باشه، زنش باشه یا بچه ها. 4 دلیل من میخوام اینجا براتون بشمارم که چرا اشخاص بزرگسال در پی کنترل و حمایت شدید و افراطی همسر و فرزندان هستن. اولین دلیل اینه که اینا میترسن که دردی که قبلا داشتن، درد روحی، دوباره تکرار بشه. پس برای اینکه اون درد روحی رو نذارن تکرار بشه، سخت کنترل میکنن اوضاع رو، همسر و فرزندان رو. برای اینکه مسئله روشن بشه، بذارید من یک واقعی رو براتون بخونم، بهش توجه کنید. جانت یک زن ایمانداری بود و او پدری پرکار و غایب از خانه داشت. مادرش جای خالی پدر را سعی میکرد پر کنه. پدر وقتی به خانه میومد فقط تلویزیون تماشا میکرد تا از برخورد با همسرش برحذر باشه و از مبلی که روش دراز کشیده بود هی شعار میداد. این کارو بکن، چای بیار، این کارو نکن و همین. این جدایی عاطفی از پدر، که جانت از پدرش جدا بود، و توجه نکردن پدر به درسا و موسیقی دخترش، جانت را فردی دردمند بار آورد. با زخمای روحی عمیق چند، یعنی تنهای روحیش خیلی بدتر از تنهای جسمیش بود. پس جانت پس از ازدواج و بچه دار شدن کوشید برعکس آنچه بر او گذشته با فرزندانش باشه. یعنی چی؟ او به حد افراد به فرزندانش توجه نشان داد، چون پدرش توجه نشون نداده بود، حالا اون برعکس اونو میکنه. همیشه با آنها بود و در هر کاری تماس نزدیک با اونها داشت، به گونه ای که آنها بدون مادر نمیتونستن هیچ کاری بکنن. از خود هیچ نظری نداشتن و تمام عقایدشون همون عقاید مادر بود. پس جانت تمام مدت عصبانی بود، از بچه ها کاری میکرد، اگه بچه ها کاری میکردن خارج از برنامه او خیلی عصبانی میشد. چرا؟ چون میترسید آنها مثل خودش در کودکی صدمه ببینن، چون خودش دیده بود، چون از حمایت او برخوردار نبودن. ولی چرا عصبانی میشد؟ چون رفتار مناسب سن آنها باعث میشد او کنترل از دست بده. میدید بچه‌هاش بزرگ میشن، حالا 10-15 ساله شدن، میگه اینا که از خودشون الان اراده دارن، کاری میکنن، من باید اینا رو کنترل کنم که مبادا آسیب روحی که من خوردم اینا هم بخورن. چون آنها از کودکی، خود بچه از کودکی مادرشون آگاهی نداشتن و نمیدونستن چرا مادر اینقدر مواظب اونهاست. پس در واقع جانت میخواست 2 کار بکنه: 1. اوضاع رو درست کنه خودش به دست خودش، و 2. مانع تکرار گذشتش بشه. اما 2 چیز رو جانت فراموش کرده بود، که اون خودش با مادرش فرق داشت و او خدا رو داشت و زندگی قبلی جور دیگه بود، مادر با پدر رابطه دیگه ای داشت، ولی الان اون یک رابطه دیگه ای داره، خانواده دیگه ای داره. او آنچنان در صدد فرار از درد بود که واقعیت وجود درد و زحمات رو حتی در زندگی مسیحیان را انکار میکرد و میگفت که یک ایماندار نباید درد داشته باشه، نباید تنهایی بکشه و اینها، چون همش واکنش اون بود نسبت به زندگی قبلی. اما همین کوشش برای داشتن زندگی بدون درد، بدون ترس، باعث میشد که اتفاقا ترس او افزایش پیدا کنه. ترس او به صورت عصبانیت بروز میکرد آنگاه که بچه از برنامه فرار از درد او پیروی نمیکردن، نمیخواست بچه هاش هیچ نوع دردی رو بچشن. پس هر که هنوز اسیر و زیر کنترل دردهای گذشتهش هست، مثل جانت، باید از خود این سوال ها رو بکنه که آیا مسائلی از گذشته بدون حل مانده؟ چرا من اینقدر کنترل کنندم؟ شاید در زندگی من یک همچین آسیبایی من خوردم. اگه اون مسئله رو حل نکرده ای، پس داری انکارش میکنی.
اگه نتونستی تو گذشته تو ببخشی، باهاش کنار بیایی، درستش کنی، پس دوباره در آینده اونو تکرار خواهی کرد. انکار کردن واقعیت مانع میشه خدا درد ما رو شفا بده. عزیزان، سوال دیگه اینه که آیا احساسی هست که از ابرازش میترسی؟ از خودت بپرس چرا من اینقدر کنترل کنندم؟ آیا احساسی در من هست که از بیانش ابرازش میترسم؟ چون ممکنه که درد گذشته رو تداعی بکنه شاید. سومی سوال اینه که آیا چیزی هست؟ آیا یک مکانی هست؟ آیا یک جشنی هست که از آن دائم من میپرهیزم؟ نمیخوام اونجا باشم چون احساس امنیت نمی کنم. بعضیا مثلا جا وقتی یک کمی شلوغ باشه، جشنی باشه، اصلا ناراحت میشن که برن اونجا. خب این نرمال نیست، این طبیعی نیست. حتما یک دردی از گذشته هست که همچنان اسیرشم. سوال بعدی، این شخص باید از خودش بپرسه آیا برخی رویدادایی هست که کاملا ذهنم رو روی اون گذاشتم، روی اون بستم؟ مثلا چی؟ مثل طرد شدن که در گذشته بوده، مثل شکست، مثل تنهایی، مثل شکست مالی، فقر، احساس این که من ناخواستنیم، کسی منو نمیخواد. تمام این احساسا رو ببین آیا در وجودت هست یا نه، و اینها رو وقتی سوال کردی به راه حل میتونی برسی. اگه این موارد رو به طرز کتاب مقدسی به جریان بندازیم، دیگه همسر یا فرزندانمون رو اذیت نخواهیم کرد، بلکه از خدا خواهیم خواست، از کتاب مقدس، از کلیسا، از یک مشاوری که اینها رو در ما کمک بکنه که بر اونها غلبه پیدا کنیم، این احساسایی که مخربه. عزیزا، ما برای این که گذشته تلخ خودمون رو به یاد نیاوریم، تمام توجه خود را روی گاهی اوقات همسر یا فرزندانمون قرار میدیم که این سالم نیست. من گذشته تاریکی داشتم، گذشته تلخی داشتم، حالا من نمیخوام به اونو توجه کنم، فقط همه توجه من روی همسرم و بچه‌ام هستش. پس یواش یواش چی میشم؟ کنترل میکنم، حمایت میکنم، به خودم فکر نمیکنم، همش به اونا فکر میکنم و اون به ضرر اونا تموم میشه. فکر نکنید که نفع میرسونید به اونها. واقعیت اینه که هیچ فرزند یا همسری قادر نیست تو رو از این درد حفظ کنه. با کنترل کردن یا از اونها خواستن که اونها هم متقابلا به تو توجه نشون بدن، تو باید این مسائل رو خودت حل بکنی. تو باید نزد خدا بیای و بگذاری اون دردت رو به جریان بندازه، پروسس بکنه تا اینکه به شفا انجام بگیره، به شفا برسه. عزیزان، هیچ موقع ما نمیتونیم بیش از حد وابسته شدن به شوهر، به زن یا به فرزند شفا پیدا کنیم. این شفا باید از خدا بیاد. ما نمیتونیم اینجور رابطه رو جایگزین رابطه با خدا بکنیم. خدایی هست که میتونه ما رو شفا بده. عیسی مسیح هست که اومده برای شفای روحی ما. بنابراین به او باید مراجعه کرد. همه اینا رو گفتیم عزیزان. میخوام یه دلیل دیگه بگم که چرا اشخاص بزرگسال در پی کنترل یا حمایت افراطی هستن. یه دلیل دیگه هم که من میتونم اینجا بررسی کنم، ترس از والد خوب نبودن، ترس از این که نکنه من پدر یا مادر خوبی نباشم. پس دائم من میخوام کنترل کنم، همه اوضاع رو به دستم بگیرم که نکنه این یه اتفاق بیفته بعد اینا بگن که تو پدر یا مادر خوبی نیستی. بعضی از شکست بیش از حد میترسن و خیلی کمال پرستن. این اشخاص از اینکه والدینی خوب نباشن دائم در ترسن، لذا تمام حرکات و رفتار فرزندانشون رو زیر نظر میگیرن. کوچکترین رفتار غلطشون رو به خوب نبودن خودشون تلقی میکنن. من افراد رو میشناسم، پدر مادره، که هر کار اگه بچه‌شون کوچکترین اشتباه کرد خودشون رو سرزنش میکنه، حتما به پدر خوبی نیستم، حتما مادر خوبی نیستم. و گاهی اوقات وقتی فرزندان شاید اونجور که باید ایماندار نیستن، پدر مادر خودشون رو سرزنش میکنن که من حتما یه خطایی کردم که اینا الان ایماندار قوی نیستن. پس بیش از حد روی خود تمرکز دارن اینها و دائم میپرسن که من خوب نیستم، من بدم،
و این باعث میشه که از اون طرف بیشتر حتی کنترلشون رو خانواده زیاد کنن. چنین اشخاص از همسرانشون انتظار دارن برنامه تربیتی اونها رو کاملا مراعات کنن، میگن من اینجوری هم تو باید اینطور باشی، چون خیلی بیش از حد کنترل کننده و کمال پرستن. ولی عزیزان، اگه شما ایماندار هستید به عیسی مسیح، میدونید که ارزش ما در این چیزا نیست. ارزش ما در مسیحه. ارزش ما در مسیح بستگی به رفتار فرزندانمون نداره. فرزندان ما ایماندار باشن نباشن، خوب باشن بد باشن، اشتباه بکنن، ارزش من در مسیحه که من فرزند خدام، نه اینکه پدر این خانواده یا مادر این خانواده هستم، از اون جهت میخوام خودم رو راضی بکنم یا ارزش خودم رو از اونجا بگیرم. فرزندانمون از اصلاح رفتارهای غلط ما اتفاقا بیشتر درس یاد میگیرن تا دیدن ظاهر شسته رفته و بی نقص و که البته ما پنهان میکنیم. پس بذارید اگه شما هم اشتباه میکنید به عنوان یک والد، بچه ها ببینن و ببینن چجوری این اشتباه رو شما جبران میکنید. این براشون خیلی مؤثرتر از این که دائم خودتون رو کامل نشون بدید که هیچ یکی از ماها نیستیم. فرزندان والدین به ظاهر کامل یک خشم فروخورده‌ای در خودشون دارن که این بعداً میتونه فاجعه انگیز باشه. سومین دلیلی که عزیزان چرا اشخاص بزرگسال در پی کنترل و حمایت افراطی هستن، حمایت افراطی همسر یا فرزند، اینه که ترس دارن از اینکه اونا هم مثل من بشن. خودشون یک گذشته‌ای داشتن، یک نوع تربیت یافتن و ناراحتی‌هایی دارن شاید در روانشون، در باطنشون، که میترسن بچه‌ام به همونا دوچار بشن، پس بیش از حد میخوان اونا رو کنترل کنن و به اصطلاح درست بار بیارن. برخی افراد که گذشته تاریکی داشتن و حالا به مسیح ایمان آوردن و زندگیشون عوض شده، ممکن است در این ترس به سر ببرن. مثلا کسی هست که ممکنه معتاد بوده و بعد به مسیح ایمان میاره، دست از اعتیاد میکشه، حالا خیلی مواظبه که نکنه بچه خطا کنه که مثل خودش اون گذشته رو داشته باشه. بنابراین خیلی بیش از حد کنترل کننده هستن این اشخاص. گذشته تاریکی چون اعتیاد، مشروبخواری، قمار و چیزهای از این قبیل. عزیزان، کوچکترین اثری که ممکنه در فرزندانتون دیده بشه، شما نیایید و سخت واکنش نشون بدید نسبت به اون. خیلی چیزها رو میشه با رفتار مثبت مسیحی هم حل کرد و برخورد کرد. همش با اینکه مواظب باش، همش با تشر زدن و اینها نیست که اینا درست خواهد شد. و بالاخره آخرین دلیل که چرا اشخاص بزرگسال در پی کنترل یا حمایت افراطی همسرشون هستن اینه. اینم با ذکر و ترسیه. ترس از اینکه دوستم نداشته باشن. من باید یک کاری بکنم که بچه ها همسر منو دوست داشته باشن. حتی برخی دختران هستن که سخت در پی داشتن فرزندن و حاضرن با هر کس ازدواج کنن فقط یه بچه داشته باشن. حتی بدون ازدواج هم رابطه جنسی برقرار میکنن که بچه به دنیا بیارن که و بچه او را بدون قید و شرط دوست داشته باشه، چون اینقدر محتاج دوست داشته شدنن. یعنی بچه بیارم که منو دوست بداره. اما واقعیت اینه که عزیزان، فرزندان تا ابد با مادرشون نمیمونن و آنها رو ترک میکنن. اون موقع چی؟ اون موقع تکلیف این مادر چی میشه؟ انتظار برخی مادران از فرزندانشون حاکی از یک نیاز شدید روحیه. به همین خاطر گاهی اوقات میبینید که مادر به فرزند میگه این چه کاریه که کردی؟ اگه تو منو دوست داشتی همچین کاری نمی کردی. پس شدیدن محتاجن که فرزند اونها رو دوست داشته باشه. اونا میخوان جای اول را در زندگی فرزند داشته باشن و فکر کنید وقتی این فرزند بزرگ شد و بخواد ازدواج کنه چه قشقله ای را میفته، چون مادر احساس میکنه دیگه تمام محبت و این مثلا پسرش داره به زن خودش میده و دیگه سراغ مادر نمیاد. ولی عزیزان، بیایید اگه یک همچین نیازی در شما هست، بیایید به سراغ عیسی مسیح.
تنها مسیحی که میتونه نیازهای عمیق ما رو برآورده بکنه. اینقدر ما عزیزانمون رو زجر ندیم که تمام نیازهای عمیق ما رو اونها بتونن تامین بکنن. نمیتونن، اونها مثل ما انسانن، تا یه قدری ممکنه بتونن، ولی نهایتا مسیحی که میتونه ما رو کمک کنه در این مورد. عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 4 آیه 14 میگه هر کی از آن آب که من به او دهم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. عیسی مسیح میتونه تشنگی شدید روحی ما رو برآورده بسازه. هیچ کس نمیتونه مثل خدا ما رو محبت کنه. در رومیان باب 5 آیه 8 میخونیم وقتی که هنوز با او دشمن بودیم خدا ما رو محبت کرد، وقتی در گناه بودیم خدا ما رو محبت کرد. ممکن است کسی ایماندار باشه اما این ترسا در وجودش باشه. شاید شما به عیسی مسیح ایمان آوردید ولی هنوز یک همچین نگرانی های این چهار گونه ترس رو که گفتم در وجودتون هست. نکنه منو دوست نداشته باشن، نکنه بچه هام مثل من بشن که در گذشته بودم، و سخت میخواید اونها رو کنترل کنید یا بیش از حد میخواید اونها رو حمایت کنید که اشتباهی خطری متوجهشون نشه. ولی با این کار ما بچه های ترسو بار میاریم، بچه های وابسته بار میاریم و چیز از این قبیل. پس اگه شما بیننده عزیز شخص بزرگسالی هستید و در خودتون اینها رو میبینید، این حمایت بیش از حد و کنترل شدید، این چهار نکته رو دوباره شما بررسی بکنید و ببینید در کدوم یکی ممکنه شما هم در مورد شما صدق میکنه و اونو شناسایی کنید، به حضور خدا بیارید و از خداوند بخواید که کمکتون کنه. همینطور اگه در کلیسای هستید، جایی هستید، افرادی دور و برتون هستن، از اونا کمک بگیرید که از این آزاد بشید. عزیزان، باید بذاریم خدا همه اینها رو در ما عملی بکنه تا از اونا آزاد بشیم. در این درس به کنترل و حمایت افراطی از دیدگاه یک بچه نگاه کردیم که البته این بیشترش برنامه قبلی بود و این برنامه هم که الان داشتیم خدمتتون نتایج اون رو در شخصیت بزرگسالها دیدیم که وقتی یک همچین کودکی سخت تحت کنترل و حمایت افراطی قرار میگیره، درس قبل، درس امروز ما چه ضایعاتی به بار میاره، در بزرگسالی چطور میشه به این چهار نوعی که من خدمتتون عرض کردم تبدیل میشه. پس ما باز در درس بعدی که برنامه بعد در خدمتتون خواهیم بود میخواییم از دیدگاه خدا اینها رو بررسی کنیم. در واقع درس بعدی کمکتون خواهد کرد، همه ما رو کمک خواهد کرد که ماها که الان رسیدیم به اینجا ببینیم چجوری از خدا کمک بگیریم و خدا به چه شکل به زندگی ما نگاه میکنه که اون خیلی مهم خواهد بود. اما تا برنامه بعدی من میخوام که تو همین برنامه یه مروری بکنم از برنامه قبل و امروز برای اینکه نتیجه گیری بکنیم، جمع بندی بکنیم که انشالله اینا میتونه براتون کمک بزرگی باشه. پس به طور کلی ببینیم کاربرد این درس ها چی بوده تا حالا. ضایعات حمایت بیش از حد دوران کودکی و اثرش در بزرگسالی. وقتی کنترل بیش از حد میکنیم، حمایت بیش از حد میکنیم، بچه ها رو وقتی این بچه ها بزرگ میشن چه ضایعاتی در زندگیشون رخ میده. چند تا راهنمایی در اینجا به طور فهرستوار میخوام بگم. یک، به گونه‌ای خانواده خود را اداره کنید که ایمان جایگزین خشم گردد. در خانواده‌تون به جای اینکه با توپ و تشر و با عصبانیت بخواید کاری صورت بگیرید، اصلاحی صورت بگیره، کمک بکنید به بچه هاتون، بیایید با ایمان این کار رو بکنید. ایمان و خشم، ایمان رو جایگزین خشم بکنید. دوم این که ارزش خیش را همچون پدر یا مادر در رابطه خود با خداوند بیابید، نه در هنرنمایی و موفقیت فرزندانتون. بعضی ها هستن مثلا اگه فرزندشون رو به
درس موسیقی اینا فرستادن، تا یه مهمون میاد فوراً بچه رو میخونن، دختر رو دختر جون بیا مثلا یه چیزی بزن روی پیانو که مردم ببینن که ما چه پدر مادر خوبی هستیم. عزیزان این کار رو نکنید. ارزش ما به عنوان پدر و مادر در رابطه‌ای که با خداوند داریم، بپذیرید که خداوند پدر شما هست، شما به عنوان فرزند برای او ارزش دارید و اینجور ارزش روحانی رو در خودتون بپرورید که این همه به فکر هنرنمای بچه یا نمیدونم نمره خوب آوردن و اینها نباشید. بعضی پدر مادرها فکر میکنن که بچه هاشون جایی میفرستن که موسیقی اینا یاد بگیرن که خودشون شخصیتشون بسته میشه، در حالی که بیشتر اینا به فکر خودشونن که پوز بدن به دیگران که ما همچین بچه ای رو تربیت کردیم. پس مواظب به این خطر باشین. سوم، با پرکاری خیش که به رابطه خانوادگیتون لطمه میزنه صادقانه روبرو شوید و اصلاح لازم رو به عمل بیارید. عزیزان پرکاری خوبه آدم کار بکنه پول در بیاره، ولی ببینید انگیزه چی هست. اگه تمام انگیزتون رو گذاشتید، تمام احساستون و نیروتون رو گذاشتید این که پول بیشتری در بیارید که به خانواده به اصطلاح برسید، ولی وقت ندارید برای خانواده یا میخواید اونا رو کنترل کنید، در واقع کاری که میخواید انجام بدید با موفقیت انجام نخواهد شد و نهایتا خانواده خوبی رو شما پرورش نخواهید داد. چهارم، افراد خانواده خیش را مسئول بدبختی خودتون ندانید. این بار را از دوش اونها بردارید. نگید همسرم، بچه‌ام، پدرم، مادرم باعث بدبختی من شدن. شما در هر خانواده‌ای که بودید خودتون مسئولید. و پنجم، روش‌ها و رفتارهای بچگانه ای که از دوران کودکی با خود به یدک کشیده اید بشناسید و خود را از اونها رها کنید. مطمئنم به کمک خداوند میتونید این کار را بکنید. عزیزان متشکرم که توجه کردید. تا برنامه بعدی همه شما را به خدا میسپارم.